بدون مرز. تمامی مرزها مانع می شود که عطوفت و مهربانی به آحاد بشر برسد. مرزهای اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی، سیاسی و امنیتی باید برداشته شود. یک جهان است و یک انسان، یک آرمان است و یک لبخند. درود بر شما شنوندگان و بینندگان رادیو بیداری. مریم معظم‌زاده هستم با یکی دیگه از برنامه‌های بدون مرز در خدمت شما هستیم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم و در تقریبا یک ساعت آینده بتونید با ما همراه و همگام باشید. عزیزان، در این برنامه سعی می‌کنیم یک سری اخبار و رویدادهای هفته گذشته رو با هم بررسی و تحلیل بکنیم و اینکه در دیدگاه بدون مرز میشه چگونه به اونها ما نگاه می‌کنیم و میشه اونها رو تحلیل کرد. در هفته گذشته یکی از بحث برانگیزترین اخباری که در شبکه‌های اجتماعی و به هر حال صفحات اجتماعی دیده می‌شد و بحث داغ ایرانیان چه در داخل کشور در خارج از کشور بود، ورود نیروهای شبه نظامی هشت و شعبی، نمیدونم فاطمیون، زینبیون یا همچنین اضافه شدن حزب الله لبنان و اماریون، فکر میکنم اگر اشتباه نگم گروه های مختلفی ساخته شده حالا تحت تعلیم جمهوری اسلامی و اینها وارد کشور شدن. بحث بر این بود که اینها اشغال نظامی کردن در پس از اینکه تحریم حالا یا میشه گفت نامگذاری شده سپاه در لیست نیروهای تروریستی، حالا اون شاخه ها و گروهک های شبه نظامی که با خود مستقیم تحت تعلیم مستقیم سپاه و عوامل جمهوری اسلامی بوده، حالا میخوان خود نمایی بکنن و اون هیچی به کنار که در بیرون از مرزها اهداف جمهوری اسلامی رو پیگیری و پیروی میکردن و الان نگرانی هستش که وارد کشور شدن و نوعی میشه گفتش اشغال و دخالت نظامی کردن، وارد استانهای لرستان و خوزستان شدن و همچنین خراسان و به هر حال جای تحلیل های زیادی رو صورت گرفت در این رابطه و اصطلاح ببخشید مردم نگران این هستن که ما خودمون بالغ بر 540,000 نفر نیروها و پرسنل نظامی فعال داریم، 1,800,000 نفر نیروهای ذخیره داریم که به هر حال خدمت کردن و آموزش دیدن و به هر حال همیشه تعهد دارن که در مواقع اینچنینی به کمک مردم بیان. میلیون ها بسیجی رو عضوگیری کردن و داریم در پایگاه های مختلف بسیج، بجز اینکه در همیشه در حوادث طبیعی مردم در صحنه بودن، گروه های مختلف تشکیل دادن، چه سلبریتی ها چه سایرین، حالا کاری نداریم به نحوه کمک رسانیشون بوده یا نبوده، به هر حال حاضر بودن و خود مردم همیشه در قالب تشکیل کمک به هر حال گروه های امداد رسانی هر کس هر کاری از دستش برمیومده انجام میداده و معمولا تو همه کشورها همینجور هست، مردم همیشه آماده کمک دادن به همدیگه هستن. ایران هم که سابقه خوبش رو داشته، ولی چرا حالا میان و به اسم امداد به سیل زدگان این نیروهای شبه نظامی رو میارن، نه در قالب هلال احمر یا یک به اصطلاح تشکیلات رسمی کمک رسانی، بلکه در قالب یک شکل شمال کاملا روشن و واضح نظامی و اینکه اون کمک هایی هم که آوردن به این شکل چشمی نبوده، چند تا وانت خالی و یا نیمه نصفه، ولی واقعا اومدن و حضور خودشون رو نشون دادن و این جای نگرانی بوده. به هر حال جای نگرانی هم هست و اینکه
همیشه دولت میتونسته با پتانسیل های موجود داخل کشور مدیریت بحران بکنه، ولی نکرده، از اولم نکرده و این عمدی بوده. و بعد هم به بهانه ای که حالا من میخوام وارد صحنه بشم، به جایی که خودش کمک بکنه بازم و مدیریت بکنه پتانسیل های موجود داخل کشور، باز رفته از نیروهای خارج از کشور آورده. و این مشخص میکنه کاملا و ثابت میکنه که هدف چیز دیگه ایه. ما یک ویدئویی رو داشتیم که یک به اصطلاح شخصی به اسم محمد علی نجاح از عراق اومده بود صحبت کرده بود در بی بی سی، اگر که اون رو بتونید بررسی بکنید مشخص میشه که کاملا ایشون تصریح میکنه در این ویدئو که هدفشون دخالت در سیاست داخلی کشور ما هست. حالا ایشون میگفت به درخواست دولت مرکزی ایران، و ما هم همیشه این مشکل رو داشتیم که این به هر حال برای دخالت در امور سیاسی و سرکوب مخالفین رژیم چرا آمدن از این نیروهای خارجی استفاده کردن. سازمان‌هایی که نهادهای نظامی هستند چقدر واقعا مستقلن؟ آیا فکر نمی کنید که در جهت رقابت‌های سیاسی که در داخل ایران جریان داره ممکن ازشون استفاده شده باشه؟ اصلا رفتن حشد شعبی، نه فقط حشد شعبی رفته، هیئت‌های عزادار حسین و هیئت‌های از جنوب و از نجف هم رفتن، اونا هم رفتن به دستور دولت عراق. اما عزیزان میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که ما البته الان آمار دقیقی نداریم از اینکه چه تعداد نیرو وارد ایران شده و شفافیت هم وجود ندارد به جمله، اما هرچه که هست الان چه تعدادی ورده باشن، مثلا خود هشت و شبیه ها چقدر بودن، یعنی 145 نفر بیشتر نبودن یا مثلا نیروی زیادی ندارن. ما 80 میلیون ایرانی داریم که این هموطنان عزیزمون در گوشه گوشه ایران همیشه کشور خودشون رو دوست دارن، در طول تاریخ نشون دادن که به شدت با اشغال نظام، به اشغالگران نظامی برخورد میکنن و در تاریخ جنگ 8 ساله هم نشون دادن که از جونشون مایه میذارن، از خانوادهشون مایه میذارن و اجازه نمیدن که کشورشون اشغال بشه. بنابراین اینها حتی اگر به این شکم اومده باشن و بخوان اقدامی بکنن، خودشون میدونن که با برخورد مردم مواجه میشن و شانسی ندارن در ایران 80 میلیونی که خب به هر حال حتی نیروهای بومی هم سریع تشکیل میشن و هستهای مقاومت تشکیل میشن و به راحتی اونها رو از پا در میارن، چون آشنا به منطقه هستن و میتونن از خیلی از امتیاز آشنا بودن با منطقه استفاده بکنن و حتی اونها که اگر اسلحه نداشته باشن حریف نظامیان با اسلحه هستن. بنابراین گمانه‌زنی که ما میکنیم این هستش که اینها میخوان از همون پایگاه‌های اعتقادی و فرهنگی استفاده بکنن. به چه شکل؟ همون چیزی که از اول 40 سال این حکومت بر پایه اون داره کار میکنه و شگفتی همه رو به صدا برانگیخته که چگونه مردم ما نمیتونن مقابله کنن با این رژیم. این چیزیه که همیشه از چشم مخصوصا نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور دور مونده. اونها تحت تاثیر از تبلیغات و به هر حال خواسته ها و مکنونات قلبی خودشون یه چیزی رو تصور میکنن در مورد داخل ایران و اونیه که واقعا همه مردم ایران الان دیرگوریست شدن، همه مردم ایران الان اعتقادی ندارن به خیلی از مسائل و اینکه یعنی از فشاری که کشیدن به خاطر حکومت دینی باعث شده که دین متنفر بشن. خب یه طیف وسیع از جوانان به این اتفاق رسیده، به این شکل شده براشون و واقعا متوجه شدن. اما ما با یک جمعیت 80 میلیونی مواجهیم و یه حقایقی که متاسفانه با اون چیزی که ممکنه ما بخوان یا تصورش رو داشته باشیم نمیخونه و جور نیست. و ما باید برای این که بتونیم درست رفتار بکنیم، کمپین ها و کارزارهای خودمون رو هدایت بکنیم، دقیقا بدونیم که داخل ایران چه خبره و واقعا ما چی میخوان. برای منظور حقیقت این هستش که عزیزان به این شکل نیست، یا به راحتی نیروهای هشت و شبی که در همون ویدئوی محمد علی نجاح شما میتونید به راحتی ببینید یک اشاره کوچیکی شده بود که نیروهای عزاداری حسین هم وارد کردیم برای کمک به سیل زدگان. ببینید اگر واقعا
به این شکل باشه و رژیم پایگاه معنوی و دینی خودش رو از دست داده باشه، این راهپیمایی های اربعین رو چگونه برگزار می‌کنه؟ این عزاداری های حسین رو چگونه برگزار می‌کنه؟ هر سال در عاشورا، هم در کشورهای دیگه هم در ایران. یک ویدیو رو با هم ببینیم در مورد آمار به اصطلاح کمک استانهای لرستان و خوزستان. حالا فقط ببینیم. میخوام یه نگاهی بندازم ببینم که دو تا استان رو مثال به عنوان مثال که الان تو سیل گرفتار هستن، اینها چقدر هزینه خرافات کردن و الان در سیل گرفتار هستن. ببینید، من نوشتم طلای اهدا شده لرستان. لرستان و خوزستان رو نگاه میکنیم، ما بقیه استانها دیگه خودتون میتونین حدس بزنید. ببینید، 12.5 کیلو طلا دادن 2014، 12 میلیارد تومان پول دادن 2018، همین سال قبل 6 میلیارد دادن، بازم این 1 میلیارد دادن 2015 زمانی که دلار 3000 تومان بوده، 12 میلیارد دادن. این جالب اینجاست که 12 میلیارد تومان یک ماه پیش دادن، قبل از اینکه سیل بیاد، 20 روز قبل از اینکه سیل بیاد، اینا 12 میلیارد تومان پول جمع کرده بودن برای عتبات. ببینید، خبر برای 5 مارس 2019 هست. همینجوری نگاه کنید هست. حالا ما خوزستان رو هم یه نگاهی می‌کنیم ببینیم که وضع خوزستان چطور هست در این شرایط. ببینید، 154 خشت طلا دادن 2014، یک محموله اهدای طلاجات بوده، تاریخش مشخص نیست، 4000 خشت طلا بوده 2014، 25 کیلو طلا بوده، تاریخش مشخص نیست، 18 کیلو طلا بوده 2012. ببینید، همینطوری برای بازسازی اینجا 11 کیلو طلا دادن، 3 میلیارد پول دادن 2017، بازم 25 کیلو طلا و مسکوکات دادن 2015، 3000 خشت طلا دادن. همینطوری نگاه بکنید هست تا مثلا اینجا 27 کیلو طلا دادن سال گذشته خانم های خوزستانی دادن به عتبات. اینا مبلغش رو حساب کنید خیلی بالاست. اینا این دو تا استان اگر 30 40 میلیارد هزینه میشد برای در واقع پیشگیری از سیل تو سالهای گذشته، این خسارت از سیل قطعا بار نمی اومد، این مشکلات بار نمی اومد و میتونستن که خیلی خوب زندگی کنن، این همه حجم از ضرر زیان نداشته باشن که شاید 10,000 میلیارد تومان باشه الان هزینه. ولی متاسفانه خرج خرافات شده و این نشده اونجایی که باید در واقع خرج بشه، نشده و به این شکل در اومد. ولی این یک نمونه ساده است از دو تا. خب همونجور که در این ویدیو میبینیم، خودتون هم میتونید سرچ بکنید، پس حالا بگیم همه هم کمک نکرده باشن، مقادیر خیلی زیادی طلا و پول برای ساخته شدن مقبره هایی در کربلا و عراق اهدا شده از سوی هموطنان ما. اینا یه حقایقیه که ما تا حالا شاید بهش مواجه نشد، شاید مورد خوشایند ما نباشه بشنویم. خیلی از عزیزانی که در بیرون از کشور مشغول مبارزه هستن دوست ندارن اصلا اینا رو بشنون. ولی عزیزان، اگر ما ندونیم دقیقا جامعه هدفمون چی هست، کی هست، چی میخواد، دشمن ما چی هست و از چه اسلحه‌ای داره استفاده میکنه، چگونه میخوایم موفق بشیم، چگونه میخوایم یه پلان داشته باشیم، چگونه میتونیم برای اون جامعه برنامه ریزی کنیم به کمکش حتی بریم. ما با یه مسافرت وقتی میخوایم بریم نقشه راه میخوایم، میزان هتلاشو میخوایم، درجه حرارت اونجا رو میخوایم بدونیم چند درجه است، نمیدونم وسایل جاهای دیدنی، خیلی چیزا میشه مطالعه. برای یه کاردارای کمپین هم و حتی که کوچیک هم حتی بخوایم بذاریم، کلی بررسی و مطالعه میخواد، زمان انجامش کی باشه، چجوری باشه، چه برسه به این مبارزه بزرگی که الان ما با یک عالمه مشکلات مختلف و یک دشمنی که در قدرت بین المللی برای خودش دست و پا کرده مواجه هست. برای همین من توجه شما رو به این مسئله جلب میکنم که ما متاسفانه، حالا میتونیم، من خودم رو از شما جدا نمیدونم، کسایی که بیرون دارن تلاش میکنن و بزرگیانی که زحمت میکشن، افرادی داریم که خیلی شرافت دارن، زحمت کشیدن، خونه دل خوردن، خیلی هاشون تا حالا از بین رفتن ظرف این 40 سال، خیلی هم نه، با هر مشکل و سختی هست دارن ادامه میدن. ولی عزیزان، اولین گام اینه که ما بیاید خودمون رو آنالیز بکنیم و ببینیم در کجا هستیم و ایراد چیه. آیا همون
کسانی نباشیم که یک ماشین خراب شده رو میخوایم بریم درستش بکنیم و نمیدونیم که ایراد از اینه که یا بنزین نداره یا نمیرسه، ما هی بیایم آینش رو عوض کنیم، رنگش رو عوض کنیم، زحمت زیادی هم بکشیم، خونه دل بخوریم، با صداقت هم کمک بدیم، ولی کار اصلی رو نکنیم. 40 ساله که این حکومت بر پایه معنویت و معنویت خواهی مردم، خدا خواهی مردم سوار شده، از اون استفاده کرده، چیزی رو که ساخته و پرداخته کرده، قالب کرده، شستشوی مخفی داده و داره از این مردم استفاده میکنه و خواهد کرد. الان سلاح 82 شبیه ها و این نیروهایی که وارد شدن در اصل اسلحه نیست. در اصل اینها به زودی خواهید دید که از همون احساسات مذهبی مردم با کاروان و اندازی مردم استفاده میکنن و مردم با خودشون همراه میکنن. اونجاست که ما نمیتونیم کار کنیم و این نشون میده که اپوزیسیون نقطه ضعفش الان کجا؟ نداشتن یک پایگاه معنوی و یک پایگاه دینی در ایران. حالا دین که اصلا خب حالا جایگاهش خیلی جای حرفه و باید بررسی بشه، اما یک پایگاه فرهنگی و معنوی در ایران باید داشته باشه داخل ایران که اون پایگاه جذب کنه جامعه رو و اجتماع رو به سمت خودش. آیا ما اینو ساختیم در این 40 سال؟ پس بردیم. اگر نساختیم، نقطه ضعف و باخت ما دقیقا همینجاست و اینجاست که من میتونم بگم که ما این مدت فریادهایی که بروجردی زیر شکنجه میزد و میگفت صدای منو پژواک بدیم، تلاشهایی که ما و دوستانمون انجام میدادیم برای اینکه صداش رو برسونیم و بخوایم از مردم که سعی از عزیزان بیرون کشور که سعی کنید صدای ایشون رو پژواک بدید، تنهاش نگذارید، بگذارید بتونه مسئولیتی داشته باشه و صدایی داشته باشه که بتونه جامعه رو به سمت خودش جذب کنه، به این دلیل بود، نه برای به قدرت رسیدن بود، نه برای داشتن پایگاه بود. ما خودمون قدرت و پایگاه میتونستیم داخل داشته باشیم، ولی وقتی که اومدیم دست همکاری به اپوزیسیون بیرون دادیم و گفتیم بیاین همکاری کنیم، به دلیل اینکه این روزا رو میدید، بروجردی این روزها رو میدید و میخواست که کمکش کنید برای اینکه در این لحظات که نیاز دارید به این پایگاه داخلی، ایشون رو در کنار خودتون داشته باشید. حالا این البته گذشت و کلن با گذشت روزگار خیلی چیزا روشن میشه. من در حال امیدوارم که این خطری که مملکت ما رو تهدید میکنه و مردم ما رو نگران کرده، با آگاهی و درایت مردم خودمون از به اصطلاح سر مملکتمون رفع بشه و ما آینده تلخ رو نبینیم برای ایران. این آرزو و امید قلبی ما. به هر حال دوستان، به قسمت بعدی توجه بفرمایید.